همکارم اردوان روزبی همین حالا به دیترویت میشیگن آمریکا رفته تا از اوجه گزارش بیشتر مرتبط به انتخابات آمریکا بر ما ارائه کنه. اردوان خیلی خوش آمدی به برنامه. حالا شب بسیار نفسگیر ایالات متحده آمریکا به سر گذاشت و همچنان دیروز هم رفتن مردم به پای صندوق‌های رأی، کسانی که واجد شرایط بودن رأی خود را به صندوق‌ها ریختن. حالا با قطعی شدن انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور و رفتن او به کاخ سفید برای 4 سال دیگر، رویکرد جهان و چالش‌های پیش روی ترامپ در 4 سال آینده چی خواهد بود؟ اجازه بده اول از میشیگان شروع بکنم، جایی که یک استیت بسیار تاثیرگذار و در این حال خیلی تکان در واقع با آرای متفاوت هستش، چیزی که از استیت هایی که بهش میگن محل نبرد. تا همین لحظه نزدیک به 98% آرا در این استیت شمرده شده، نزدیک به حدود 5 میلیون رای هستش و اختلاف بین کاملا هریس و دونالد ترامپ یه چیزی حدود 70,000 72,000 رای هستش. این به معنای این هستش که بار دیگه این استیت تونسته تاثیر متفاوتی بذاره و یک شوک به انتخابات وارد کنه. در سال 2016 در رقابت دونالد ترامپ با هیلاری کلینتون 22,000 رای اختلاف باعث باختن هیلاری در این ایالت شد و 2020 حدود 155,000 رای باعث باخت دونالد ترامپ به جو بایدن، رقیب دموکرات خودش شد. حالا با حدود 72,000 رای، اگر فرض کنیم همینجور اعداد برای این 2% هم باقی بمونه، حالا برنده ترامپ خواهد بود. اما مسئله‌ای که وجود داره این هستش که با یک اختلاف خیلی فاحش در آرای الکترال، ترامپ قطعی هستش که برنده انتخابات هستش و 47th رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا خواهد بود. پس از این قطعیت حالا نگرانی هایی و امید هایی هم در جهان به وجود آمده. رسانه سمافور در گزارشی نوشته حالا بعد از انتخاب ترامپ، گروه های مختلفی در طول این چند سال گذشته بر روی انرژی های پاک سرمایه گذاری کردن و تلاش کردند که مصوبات قانونی را از کاخ سفید برای به دست آوردن امتیازاتی برای گسترش انرژی های پاک داشته باشند، حالا با چالش جدیدی روبرو خواهند شد، چرا که ترامپ موافق انرژی های پاک نیست و در واقع همان انرژی های سنتی رو به عنوان افزایش توان برای اقتصاد آمریکا قلمداد میکنه. اما از طرف دیگه با توجه به آمار و اعداد، ما در حال حاضر هم یک رئیس جمهور جمهوری خواه داریم و هم یک کنگره جمهوری خواه. این به این معناست که قدرت های اصلی در ایالات متحده آمریکا همه جمهوری خواهند بود. تحلیلگرها میگن این میتونه یک روند بسیار گسترده‌ای در شکوفایی اقتصاد به وجود بیاره برای مصوبات پیش رو که اقتصاد آمریکا رو بتونه تغییر بده. اما نگرانی هایی هست برای ناتو. ناتو هم نگران هستش که همکاری ادامه پیدا نکنه. اجازه بدید خیلی کوتاه بگم، بحث انتخابات به کنار، ترامپ هنوز به کاخ سفید نرفته، شاخص های بورس به شدت افزایش پیدا کرده، بیت کوین به عدد 75,000 دلار رسیده، ارزش دلار از ماه جولای بالاترین عدد خودش رسیده و چیزی مثلا شاخص بورس داو جونز با 1300 واحد افزایش نشون میده که بازار بورس به شدت میل به بالا پیدا کرده و یک رونق در این بازار ایجاد شده. بله خیلی ممنون است مردوان که این جزئیات را با ما بیننده در میان گذاشتید.